از آقای دکتر نورالدین پیرمعظم خواهش کردم که در بحث امشب برای جمع‌بندی حضور داشته باشن. حتما میدونید آقای پیرمعظم نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم بودن و در هر دو دوره ضمن حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مخبر این کمیسیون هم بودند. آقای دکتر پیرمعظم که سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی رو در ایران در کارنامه دارن، در حال حاضر در ایالت ماساچوست و در شهر بوستون فعالیت های علمی و پزشکیشون رو دنبال میکنن و الان از طریق تلفن ارتباط ما با ایشون برقراره. سلام بر شما آقای دکتر پیرمعظم. آقای سیگارچی بنده هم خدمت شما و بینندگان خوبتون از سلام و ارادت دارم و شب بخیر میگم. خب ما میخوام آقای پیرمعظم، چون میدونم که شما به هر حال مسائل پزشکی رو در مجلس دنبال میکردید و سابقه در این زمینه دارید، بیشتر در همین مورد با هم صحبت کنیم. چقدر وزیر بهداشت، وزیر فعلی بهداشت عنوان کردند که این ادغام به قول ایشون به نوعی به ارتقای کیفی هم برای دانشجویان و هم به کیفیت درمانی در تهران منجر میشه. نظر شما در مورد اظهار نظر ایشون چیه؟ ببینین، اولا من دعوت شما رو قبول کردم. علتش این بود که بیشتر بحث آموزش پزشکی هست و کارشناسی در از زاویه یه دانشکده پزشکی و انحلالش در شهر تهران و مخصوصا یه دانشکده علوم پزشکی که سابقه 37 ساله داشته، این یک تلخه برای یک کسی که مسائل پزشکی و آموزش بهداشت درمانی کشور رو ترغیب میکنه. همینطور که شما اشاره کردین، وزرای سابق، هر کسی که به درد آموزش پزشکی کشور آشنا هست با این تصمیم به نوعی مخالفت کرد و صدای همه هم بلند شد، همه هم شنیدیم. اما اونچه که اتفاق افتاد و تقریبا بعد از اینکه بیانیه خانم دکتر وزیر محترمه بهداشت رو من خوندم، احساسم این بود که برمیگرده به تصمیم تشکیل استان ظاهراً البرز، به خاطر اینکه هر استانی باید یه دانشگاه علوم پزشکی مستقل داشته باشه و با توجه به اینکه بهداشت درمان منطقه کرج رو دانشگاه علوم پزشکی ایران پوشش میداد، باید همچنان که از پیکره بهداشت درمان وزارت دانشگاه علوم پزشکی ایران اون قسمت کرجش جدا میشد، یعنی بهداشت و درمان. اعتراضی که بالاخره و در واقع بود، نه از بابت فصل بهداشت و درمانشه، خب بالاخره طبیعی است که برای استان جدید و تاسیس کرج باید بهداشت درمانش مستقل باشه و تصمیم گیری در بهداشت درمان این استان هم در خود شهر کرج بایستی اتفاق بیفته. این تصمیم از این زاویه منطقی است. و اون چیزی که مورد اعتراض همه بود، دانشگاه علوم پزشکی ایران هست که این دانشگاه با توجه به خدمتش و با توجه به ببین، حتی من وقتی که اونجا یادمه که دانشگاه علوم پزشکی ایران یک کتابخونه‌ای داره، کتابخونه دانشگاه علوم پزشکی ایران، هر کسی که تحقیقات پزشکی انجام میداد و هر کجا که شما به بنبست می‌رسیدین از نظر تهیه مقالات پزشکی، این دانشگاه پیشقدم بود و مخصوصا آمار و ارقام امتحانات تخصصی و فوق تخصصی را که شما در یک نگاه بندازین، این دانشگاه علوم پزشکی ایران در 10 سال اخیر یک رشد کیفی خیلی خوبی داشت. بنابراین تصمیم گیری در بسته شدن یک دانشگاه رو هم باید در پیکره خود آموزش پزشکی کشور ببینیم، نه اینکه یک مجموعه 18 نفره که آگاهی از کلن آموزش و مخصوصا ناآگاه از زاویه آموزش پزشکی هستن، این پسندیده نیست. و من مطمئن هستم با شناختی که خود خانم دکتر دارم و ایشون هم تو خانم دکتر دو دوره در مجلس بودن، ایشون مطمئن هستم که آشنا هستم به مسائل بهداشتی درمان و پزشکی کشور. اما وقتی در دولت ایشون تنها هستن، به تنهایی نمیتونن در مقابل یک تصمیم آنچنانی وایستن و متاسفانه منجر به یه چنین بخشنامه شد که حالا این ادامه کار برای چه منوالی خواهد بود بایستی منتظر موند.
آقای دکتر پیر معزن، بحث انحلال یک دانشگاه، حالا اون دانشگاه هم مثل دانشگاه علوم پزشکی ایران که قدمتی 37 ساله داره، بحث جدیدی است. آیا شما که سابقه قانونگذاری و نظارت رو دارید در مجلس، با چنین مواردی در گذشته برخورد کردید؟ مواردی بوده که تلاش کنن یک دانشگاه رو منحل کنن؟ خدمت را هستم. سوال خیلی خوبی است و به نظر من right question, right person. از یک کسی هم میپرسین که واقعا اینو لمس کرده. من یادمه که حدود 10 سال پیش شورای، میدونین که بسته شدن یک دانشکده پزشکی، حالا نه دانشگاه، باید شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش پزشکی، شورای گسترش دانشگاه ها و در نهایت هیئت امنا باید تصمیم بگیره و این در اختیارات و وظیفه دولت نیست. دولت میتونه بخشداری و دهداری رو باز کنه، ببنده، جابجا کنه، ولی نمیتونه در مجموعه علمی دخالت بکنه. من یادمه که شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی یک دو تا دانشکده پزشکی بود در فسا و جهرم در استان فارس، چون در نزدیکی شیراز بود، اینا میخواستن این دو تا دانشکده پزشکی رو تعطیل کنن و جالب بود که نتیجه رسیده بودن که یک کارشناسی رو اعزام بکنن به این دو دانشکده پزشکی، بعداً تصمیم بگیرن که بنده رو بدون که متوجه بشن در شهر جهرم و یا در شهر فسا چی میذاره، بنده رو اصلا بازدیدی کردم از دانشکده پزشکی که نه ساختمانی داشت نه کیفیت، در اون زمان که من رفتم، حالا احتمالاً الان بهتر شده وضعیتش. و وقتی من به حرف دل دانشجویان پزشکی نگاه کردم، من چون نه که چون پزشکم دارم اینو میگم، انصافا دانشجویان پزشکی جز نخبگان و بهترین های هر کشوری هم. یعنی کسی که میاد برای رشته پزشکی، وقتی به حرفشون گوش کردم واقعا احساس کردم که داره در حق اینا واقعا ظلم و انصاف میشه، که وقتی برگشتم فراش برای شد دو دانشکده پزشکی کیفیتش بهتر بشه و نتونستن دانشکده، یعنی نتونستیم، یعنی اصلا امکان پذیر نیست که یه دانشکده پزشکی رو شما، نه دانشکده پزشکی، حتی یه مدرسه طلاب علوم دینی رو هم شما نمیتونین یک شبه تعطیلش بکنین، مگه میشه؟ اما این اتفاقی که داره میفته و با زور رو نمیدونم با این جور مسائل هم ما میخواییم به میز ببرده، این واکنش ممکنه حتی به واکنش سکوت و یأس و ناامیدی در بستر آموزش پزشکی کشور منجر بشه و این بی انگیزگی در دانشجویان پزشکی و اساتید رشته علوم پزشکی منجر میشه به افت شدید ارائه کیفیت خدمات درمانی و دود یک چنین تصمیماتی هم متاسفانه به چشم بیماران و محرومینی است که نیازمند نگاه و توجه خاص هستند.